مهرنگیز کار، حقوقدان و از امضا کنندگان این نامه از لندن همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم کار. ممنون میشم اگر درباره محتوا و دلایل انتشار این نامه برامون بیشتر توضیح بدین. بله، این روزها دلایلی که باعث میشه کسانی فعالیت بکنند و تحقیق بکنند که چگونه میشه یک دولت سرکش و یاغی رو که اتفاقا عضو سازمان ملل متحد هم هست و بسیاری از تعهدنامه ها بین المللی رو امضا کرده و به هیچ یک توجه نمیکنه مهارش کرد، کنترلش کرد، بسیار رایج، به خصوص که اعتراضات مردم ایران و جان نثاری های اونها برای اینکه بتوانند به جهان بقبولانند که این حکومت حکومت درخور و شایسته ای نیست برای اینکه در جامعه بین المللی بتونه همه اون حقوقی رو که این دولت‌های عضو دارند داشته باشه، بسیار کوشش کردند و تأثیرگذار بوده در این همه کوشش و تقلایی که صاحب نظران دارن در خارج از کشور و احیانا داخل کشور انجام میدن. منظور از نوشتن این نامه ابتداعا این بوده که تضعیف کنند اون قدرتی رو که جمهوری اسلامی ایران در مقام عضو سازمان ملل متحد و برای حضور در محافل و مجالس و تبلیغات برای خودش اینها رو بتونن محدود بکنن. به همین دلیل رفتن سراغ امکاناتی که وجود داره. متاسفانه این امکانات از نظر ساختاری که سازمان ملل متحد داره امکانات کافی نبوده برای اینکه مثلا بتوانند شرایط اخراج جمهوری اسلامی ایران رو از عضویت سازمان ملل متحد فراهم کنند یا به هر حال جور دیگری محدودش بکنن یا تعلیقش بکنن از عضویت. به همین دلیل رفتن دنبال اون کارشناسان بین المللی که اونها بدیلهایی رو برای این تنگناها مطالعه کردند و حتی در تاریخ جهان ازش استفاده شده. یکی از این بدیلها همین است که شما مطرح کردین، به این معنی که تقاضا بکنند از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اعتبارنامه به اصطلاح درخواست بکنند که به تعلیق در بیاره اعتبارنامه هیئت های نمایندگی جمهوری اسلامی رو. این تنها امکانی بوده که با وجود رویه‌ای هم و عرفی هم که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست ممکن بوده، چون در سال 1974 میلادی در مورد آفریقای جنوبی اتفاق افتاده، زیرا که در اونجا هم دولت‌هایی بودند که اگر مثلا اخراج آفریقای آپارتاید آفریقای جنوبی رو از سازمان ملل متحد کردن یا تعلیق عضویتش رو اونها وتو میکردن. ما هم الان در اون شرایطیم، اگر که درخواست بشه از سازمان ملل متحد برای اخراج جمهوری اسلامی ایران از عضویت یا تعلیقش از عضویت، ما دو تا مزاحم داریم، یکی روسیه است و یکی هم چین، که اینها وتو میکنند. به همین دلیل رفتیم دنبال این بدیل و تقاضا کردیم و همونطور که شما در ابتدا مطرح کردین، این محدود میکنه یک حکومت یاغی رو که هیچ یک از نرمهای جهانی رو بهش توجه نمیکنه که نتونه به این بهانه که در جلسات حضور داره پروپاگاندا بکنه، برای خودش تبلیغات بکنه، جوابهای بی سر و ته بده و به هر حال در خیلی از موارد در این 43 ساله توانسته خودش رو خیلی محق نشون بده. اما خوشبختانه مردم ایران کاری کردند که دست ما هم باز شده برای اینکه بریم دنبال این بدیل ها و دیگه اجازه نداشته باشه که حتی لابیگری هم بکنه.
نامه رو طیف متنوعی از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و حقوق بشری امضا کردند. درباره ترکیب امضا کنندگان و اینکه آیا محدودیتی برای امضا وجود داشته یا چرا اصلا تعداد بیشتری اون رو امضا نکردن یا امضا گردآوری نشده، کوتاه توضیح میدین خانم کار؟ بله، شاید در این مورد من خیلی آدم درستی نباشم، برای اینکه از من هم خواسته شده که اگر میخوام امضا بکنم، ولی اون چه که من میدونم، پروفسور محمود مسائلی که یکی از حوزه‌های تخصصیشون همین شناخت بدیل هاست و به همراهی آقای رضا مریدی در کانادا این رو تنظیم کردن، ولی در اینکه چگونه مثلا تصمیم گرفتن امضای دیگران رو بگیرن من نمیتونم به شما اطلاعات دقیقی بدم و بهتره که از این آقایون صحبت کنین. من فقط امضا کننده هستم و بسیار پسندیدم این متن رو. سپاس از شما مهرانگیز کار، حقوقدان و از امضا کنندگان این نامه.